سید میثم حسینی، علی حمودی، کیانوش رحمتی، پژمان منتظری، اسماعیل شریفات، فریدون زندی، میلاد میدابودی و آرش برهانی نفرات استقلال هستند. در تیم پرسپولیس حسین اوشیار، رضا نور محمدی، مشتبه شیری، ابراهیم شکوری، حمیدرضا علی اسکری، مازیار زاره، محمد نوری، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، مهرداد اولادی و علی کریمی بازی میکنند. یاران پرسپولیس خیلی سریع کار حمله رو شروع میکنند. لازم هم نیست که بگیم بازیکنان پرسپولیس قرمز پوش هستند، بازیکنان استقلال آبی پوش. این قرار میده سانت کوتاه که فایده ای نداره. علی کریمی پا به توپ میشه در بازی مقابل زبان، فوق‌العاده بازی کرد علی کریمی. پشت محوطه جریمه بازم توپ سرگردان بین مدافعان، فرار برهانی و ضربه‌ای که اومی داره اما قبلش آفساید اعلام شده. علی عسکری، دو تا بازیکن در مقابلش هستند. غلامرضا رضایی رو پیدا میکنه، رضایی پاس رو میکاره، موقعیت، یک ضربه دیدنی که از بالای دروازه توپ به بیرون میره. ضربه مازیار زارک، غلامرضا رضایی میفرسته به تیر اول. یاران استقلال توپ رو برمیگردونن پشت محوطه جریمه، موقعیت برای یاران پرسپولیس هست. بازم رضایی آزار داده از این سمت خط دفاع استقلال رو، کوتاه و قشنگ، موقعیت نوری، ضربه او و فوق واکنش رحمتی که توپ رو به زمین مسابقه برمیگردونه و استقلال رو نجات میده. بهتر از قبل داره بازی میکنه مازیار زاره. نوری توپ پاش فاصله میگیره، شریفات معلوم نشد، این توپ رو به کی فرستاد. یک بار دیگه موقعیت داره بازیکن پرسپولیس، رضایی تک به تک و رحمتی توپ رو میگیره. دو تیم احساس سرما نکنن. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس به پشت منطقه جریمه، عالی کار میکنن یاران پرسپولیس و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. سردرگمی خط دفاع استقلال و حضور نوروزی نزدیک بود کار دست استقلالی ها بده. بازم غلامرضا رضایی این پاس رو داد، حرکت خوب یاران پرسپولیس و اشتباه حسینی که سایه توپ رو زد. ضربه بلند از هوشیار، کریمی مانع به بیرون رفتن توپ میشه، توپ در اختیار زندی قرار میگیره. خود زندی پاس عمقی، او موقعیت برای میدابودی، ضربه این بازیکن با توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال. یه گل قشنگ از میلاد میدابودی. استقلال بازن یک برصف جلو میافته. نگاه کنیم، فرار خوب میدابودی، ضربه زیبای این بازیکن از فراز دستان هوشیار، اینم پاس قشنگ فریدون زندی که از تجربهش استفاده میکنه، پاس پخته به فضای پشت مدافعا میفرسته و در نهایت دروازه باز میشه. آها، اینجا مشخص میشه که علی کریمی هم یه جوری تاثیرگذار بوده در گل، منتها برای گل استقلال. ضربه بلند بازم به میانه زمین، نمیذارن که شریفات ضربه سر بزنه، این بار با خطا. شریفات روی زمین افتاده و ظاهرا دوستم نداره که حالا بلند بشه. در همین فاصله داور سوت پایان نیمه اول رو هم به صدا در میاره و استقلال برتری 1-0 به رختکن میره. برهانی، کریمی، تمیانه زمین زندی، محسن یوسفی، فرار شریفات از سمت راست، پاس رو نمیده به برهانی، برهانی در آفساید قرار گرفت. حالا خود شریفات میخواد کورنر بگیره که هنوز نتونسته و آخرش هم نمیتونه، یه پرتاب میگیره برای استقلال. حمودی، یوسفی حمودی، یه مکس میده، میاره وسط، همچنان حمودی، پاس او برای میدابودی، میدابودی، ضربه این بازیکن زندی و توی دروازه، توی دروازه، گل دوم برای استقلال با ضربه فریدون زندی. بیگمان بهترین بازیکن زمین تا اینجا زندی بوده که در طول فصل بازی‌های زیاد خوبی رو برای استقلال انجام نداده بود. استقلال 2-0 جلو میفته و شاگردان پرویز مظلومی گل دوم رو به ثمر رسوندند. حالا هواداران استقلال به فکر لقب جدید پرویز مظلومی هستند. با هم ببینیم صحنه رو. تو بلوک میشو برمیگرده، دقیقاً روی پای چپش بود، او هم با این ضربه هوشیار رو مغلوب میکنه.
ضربه اول از میدابودی و بعدم زندی که دروازه رو باز کرد. بهتر از این میتونه عمل بکنه هوشیار روی توپی که درون دروازه‌اش قرار گرفت، اما خب فاصله‌اش با توپ خیلی زیاد بود. رضایی توپ رو لو میده، موقعیت برای میلاد میدابودی. برهانی توپ میخواد، میدابودی قصد داره خودش حرکت بکنه و فرصت شوت‌زنی برای خودش ایجاد بکنه. دو بازیکن رو جا میذاره میدابودی و توپی که در اختیار هوشیار قرار میگیره. خب تغییراتی در زمین انجام خواهد شد. نوروزی جای خودش رو به مهدی مهدوی کیا میده. امان زاید هم سال اعضای دیگه در ترکیب پرسپولیس قرار میگیره. در ترتیب بازی رو دنبال میکنیم. تو به داورم برخورد میکنه زاره، علی عسکری، حرکت پرسپولیس از سمت راست، فرصت برای علی کریمی، یه پاس کوتاه عالی، موقعیت با توپی که رحمتی بالاخره میگیره. یوسفی، شریفات، همچنان شریفات، حالا حمودی، پاس بیرون، فرصت برای یاران استقلال، یوسفی با توپی که از کنار دروازه به بیرون میزنه قرار میگیره. زندی، بازم یوسفی که داره خوب بازی میکنه. این طرف شریفات روی خط آفسایده، حالا برای شریفات، نگه میداره توپ را، یوسفی و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. بازم موقعیت گل برای تیم استقلاله. یک بار دیگه در آم، یوسفی، شریفات خوش به منطقه جریمه رسونده، موقعیت برای یاران استقلال، از همه رد میشه توپ. یه تکل محکم و کورنر. زندی پشت توپ قرار گرفته، میفرسته برای دروازه، موقعیت، هوشیار توپ رو ناقص دفع، در واقع اصلا دفع هم. در چپ شکوری، اولادی بالاخره صاحب توپ میشه، فرصت برای یاران پرسپولیس، یارکه بدون توپ، مهدوی کیا و این ضربه و واکنش استثنایی رحمتی، توپ رو از تاق دروازه بیرون میکشه. ببینی با هم صحنه قشنگی بود، هم مهدوی کیا عالی زد، هم رحمتی قشنگ گرفت ضربه روی پا و اینم واکنش رحمتی. ایفا عمرانزاده پشت توپ، یوسفی به راست، شریفات نگه میداره توپ رو، یک لحظه تعادلش از دست میده، او رو میزنن کنار خط، داور خطا میگیره و اولادی رو حالا با کارت زرد هم جریمه خواهد کرد. اولادی یه مقدار عصبی بود اصلا از شروع، مثلا کارت قرمز رو، بله داور کارت قرمز رو براش در نظر گرفته، کارت قرمز برای مرداد اولادی که به هر حال در دقیقه 68 مسابقه یه اتفاق مهم در این مسابقه محسوب میشه. نگاه کنید، فقط پا رو زد. به هر حال داور تشخیص میده که این حرکت جریمش کارت قرمز بوده. مهدوی کیا، کار قشنگ، مهدی مهدوی کیا و این ضربه که بازم رحمتی را به انجام واکنش وادار میکنه. رحمتی یه پاس عالی به سمت چپ، آفساید نیست، موقعیت برای بازیکن استقلال، یک ضربه رو به جلو و توپی که به بیرون میره. حرکتی آرش برهانی از سمت چپ انجامش داد. محمد نوری به پاس عمقی خوب، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، زاید و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زاید چه بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه، معمولا بازی که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. هواداران پرسپولیس به وجد میان، حالا اونا با روی بهتری به بازی ادامه خواهند داد و این دقایق پایانی مسلما پرهیجان تر دنبال میشه. مدافعان استقلال جا موندن، امون زاید تک به تک شد با رحمتی و به این ترتیب با یه ضربه دقیق و زیبا دروازه رحمتی رو باز میکنه. پاس خوبه محمد نوری، منتظری هم جا میمونه و در نهایت زاهده که دروازه رو فرو میریزه. حالا بازی با هیجان بیشتری دنبال میشه، خصوصا برای هواداران پرسپولیس که امیدوارانه به این دقایق پایانی نگاه میکنند.
2-1 میشه نتیجه. درخواه بعد چند حمله پرسپولیس به گل رسیدند از راه عمق. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه، سان میکنه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه ایمون زاید پرسپولیس رو به بازی بر میگردونه. به فاصله 2 دقیقه دوبار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز مظلومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. قافلگیر شدن بازیکن استقلال و دنیزی هم بی‌شکست میمونه در داربی. البته بازم زمان باقی مونده، ببینیم با هم. جاگیری عالی بین مدافعان استقلال و ضربه زاید که به این شکل درون دروازه رحمتی قرار میگیره. ضعف در بین مدافعان استقلال و سانترهای نابود کننده مهدی مهدوی که در رده ملی واقعا به کمک فوتبال ملی ما اومده، اینجا به کمک پرسپولیس با این سانتراش و زاید دروازه رو به این شکل باز میکنه. روی همون تاکتیکی که مصطفی دنیزی میخواست پرسپولیس به گل رسید، یعنی سانترهای مهدوی کیا و ضربه‌ای که زاید زد. حالا زاید نشون میده که میتونه بازیکن موثری برای پرسپولیس باشه. بخش قرمز ورزشگاه بسیار پرتحرک دیده میشه. میلاد میدابودی ضربه رو میزنه. این طرف برخورد پرسپولیس 10 نفره سه بازی برمیگرده. فراموش نکنیم این رو، پرسپولیس 10 نفره بود وقتی که تونست بازی رو از 2-2 به 2-2 تبدیل کنه. پرتاب توپ از حمودی، رحمتی بلند برای دروازه میفرسته توپ رو، یاران استقلال توپ رو میگیرند، زندی و ضربه‌ای که نخواست گیر به بیرون میره. دقیقه زمان تلف شده رو ببینیم که درش چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بازی فوق العاده حساس در این لحظات پایانی. شکوری آماده میشه برای یک پرتاب. دو تا بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه هستن اما کم تعداد هستن برای استفاده از پرتاب بلند. بادامکی میبره به گوشه زمین، میخواد کورنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی سانتر او بروی دروازه، فرصت این زمان توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه حساب کار رو 3-2 میکنه. ایمون زاید یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-1 باخته رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پر اشتباه و پرویز مظلومی که دیگه رکوردش رو از دست داده. نگاه کنیم این توپیه که بادامکی به روی دروازه فرسته، بازم این بازیکن جانشین کارساز شد. تعویض‌های مصطفی دنیزلی همشون رویایی بودن برای پرسپولیسیا. بادامکی هم پاس گل داد. نگاه کنید پاس زمینی به دهانه دروازه، جاموندن حنیف، چرخش قشنگ ایمون زاید و گلزنی این بازیکن. حالا پرسپولیس خودشون میپرسن که چرا این بازیکن بیشتر از اینا بازی نمیکرد برای این تیم. یه سانت دیگه پشت منطقه جریمه پرسپولیس تو میگیرند. اشغالی شد برای تیم پرسپولیس. یه سانت بلند، موقعیت برای استقلالیا، فشار دارن میارن. این تو برای زندی و حالا تو از اونجا بیرون میاره مازیار زاره. همچنان داره حرکت میکنه و سوت پایان این مسابقه و برتری 3-2 پرسپولیس در مقابل استقلال. بعد از 2 سال پرسپولیس موفق به شکست استقلال میشه. در این فاصله اونا باختای زیادی رو پذیرفتن اما در این مسابقه به طرز عجیب به بازی برگشتن و 10 نفره جبران کردن و بازی رو 3-2 به پایان رسوندن.